پرونده رامین هم اکنون در مرحله خطرناکی هستش. تمام مراحل قانونی مدت پیش خب تمام شده بود قبل از ماه رمضان و در وسط ماه رمضان به خانواده وکیل و خود رامین گفته بودن که بعد از ماه رمضان حکم اجرا میشه و خب یعنی میدونید بعد از ماه رمضان و استارت اعدام ها که آقای سلاس رو اعدام کردن نگرانی ها دوچندان شد که بخوان همزمان رامین هم اعدام کنن. از طرف دیگه ما سه روز پیش از منابع خیلی موثق خبرهایی دریافت کردیم که طی ساعات یا روزهای آینده که دقیق بهمون نگفتن میخوان قصد اعدام رامین رو دارن در خفا و این که بدون سر و صدا. همچنین قبلا هم تو نامه تو بیانیه خانواده ذکر کرده بودیم که وزارت اطلاعات طی نامه مخفی به مسئولین زندان و مسئولین بخش اجرای حکم بهشون متذکر شده که اعدام رامین باید بدون سر و صدا صورت بگیره، چون خودتون میدونید یعنی بنا به وضعیتی که در کردستان و در ایران هستش و حمایتایی که از این زندانی سیاسی شده، امکان این که مردم سنندج بخوان تحسن کنن، تظاهرات بشه، شهر به آشوب کشیده بشه زیاده و برای جلوگیری از این اتفاقات اینا قصد دارن یعنی رامین رو اعدام کنن. همچنین یه نگرانی دیگه هستش این که خودتون میدونید اعدام آقای سلاس همزمان بود با این شلوغی‌های فوتبال، جشن‌های مردم و سوق دادن افکار عمومی در ایران به فوتبال و جام جهانی و خوشی و شادی که متأسفانه در لابلای اون چند نفر رو اعدام کردن، یکیشون آقای سلاس بود. امشب هم خودتون میدونید فوتبال ایران و اسپانیا هستش و مردم هم خب افکار عمومی، جامعه جهانی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به این موضوع پرداختن. یعنی دیشب ما نگران بودیم و امشب هم و طی روزها و ساعت‌های آینده نگرانیم که اینا هر لحظه بخوان رامین و پای چوبه دار ببرن. مگر چنین در یعنی شما فکر میکنید قبل از این که بخوان اعدام کنن به وکیل یا خانواده اطلاعی نخواهند داد؟ ما یعنی شک نداشته باشی همچین کاریو نمی کنن. بنا به پیشینه 10 سال گذشته خودتون میدونید اعدام فرزاد کمانگر، احسان شیرکو، تمامی فعالان چی میدونم سیاسی در ایران و از جمله کرد که تا این سال اعدام شدن نشونگر اونه که اینا در خفا اعدام میکنن. یک نمونه رو داشتیم که حبیب لطیفی بود، قبلش به خانواده یعنی غروبش به خانواده فقط ابلاغ کرده بودن، مردم ریختن جلوی زندان سنندج و خوشبختانه حکم متوقف شد. یعنی منظوم اینه اینا تجربه رو دارن. همچنین دیروزم اطلاع داریم یک تیم، یک هیئت یا یک تیم یا چند نفر از چی میدونم تهران وارد کردستان شده بودن، دیروز در استانداری بودن، بعد از اون دیدار نمیدونیم چی کی بوده و از چه منبع و خلاصه چه دستگاهی اومدن، فقط میدونم بعد از اون دیدار استانداری کردستان دستوری و به تمامی ارگانهای زیر ربطش ارسال کرده. از جمله امروز قرار بود مسابقات کنفو بعضی چیزهای دیگه در سنندج برگزار بشه که طبق نامه‌ای به باشگاه‌ها که یکیش همون باشگاهی که یکیش آشنای خودمون اونجا کار میکنه، بنا به دلایل امنیتی همه اینا لغو شده. همچنین هم از 2 روز پیش و امروز هم بیشتر شده ارسال نیرو به سنندج، پخش نیرو، چه میدونم گسترش نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه در سطح شهر و یعنی حالت گرفتن شهر به حالت آماده باش و نا چه میدونم ملی تاریز شدن، همه نشانگر اینه که اینا یک قصد جدی رو دارن. از طرف دیگه تنها مانع اعدام رامین همین افکار عمومی جهانی ایرانی و بخصوص مردم کردستان و شهر سنندج هسته، چون در این چند روز واقعا یعنی در تاکسی، در صف نانوا، در چی میدونم سینما، در هر گوشه و کنار اون شهر بحث رامین و بحث انزجار مردمی هستش از اگر اجرای این حکم. و خب قطعا یعنی مزوم جو فضا یه طوری هستش که اگر بخوان دست ببرن رامین رو اعدام کنن قطعا یعنی مردم ساکت نمیشینن و قطعا هم خب یعنی چی میدونم برحال احتساب عمومی یا احترازات جامعه مدنی در کل ایران رو در پی خواهد داشت. واسه همین ما نگرانیم اگر خدایی نکرده امشب اعدام نشه، برحال طی ساعت ها و روزهای آینده اجرای این حکم قریب الوقوع هستش، ولی ما
ما مطمئنیم، یعنی نگرانی ما اینه چون خبر داریم از نامه ارسالی وزارت اطلاعات به سنندج، و همچنین نگران اینیم که در خفا بخوان اعدام کنند. ما امروز و روز گذشته هم به مسئولین زندان اطلاع دادیم، هم به مسئولین اجرای حکم در سنندج اطلاع دادیم که حق ندارن بدون اجازه ما رامین رو اعدام کنن. ولی خودتون میدونید، یعنی مأمورین بخش اجرای حکم یا قاضی بخش اجرای حکم بخصوص در مواردی همچینی یا مشابه از نیروهای امنیتی و یا نهادهای امنیتی دستور میگیره، و مشخصا پرونده رامین توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هدایت میشه، که این امر خیلی نگرانی هستش برای ما، و دقیقا نمیدونیم این دو نهاد امنیتی کی بخوان حکم اجرا کنن. از این رو نگرانیم واقعا که بخوان مثلا در لحظه و چمیدونم در شبانگاهی بخوان رامین رو از بند خارج کنن و پای چوبه دار ببرن. حالا انتظار شما به عنوان خانواده رامین از بقیه هموطنانتون چیه؟ چه خارج از کشور و چه داخل؟ از خارج کشور که معلومه، چون همه دستشون به فضای آزاد، جامعه آزاد، نهادهای بین المللی حقوق بشری میرسه. به عنوان یک خانواده که واقعا بهمون ظلم شده، به عنوان یک خانواده که بهمون ظلم شده و در حقمون ظلم شده، از جامعه جهانی میخواهیم که بخصوص فعالان ایرانی، فعالان حقوق بشر، میخواهیم که در هر، یعنی از هر کانال و امکانی استفاده کنن که صدای این فعال سیاسی، این زندانی سیاسی که بیگناه به اعدام محکوم شده رو به گوش جهانیان برسونن. از مردم انقلابی و شهروندان کل ایران هم میخواهیم در کنار شادیایی که برای فوتبال و دیگر جشنها انجام میدن، دفاع از یک زندانی سیاسی و انزجار خودشون از علیه حکم اعدام در ایران اعلام کنن، و غافل نشن در این فضا یک زندانی سیاسی دیگر در ایران اعدام بشه.